سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. بایر مونیخ در شب درخشان با نمایش فوق‌العاده در خانه بوخوم با برتری 7-0 دست یافت. پاری سن ژرمن در دیدار خارج از خانه موفق شد لیل را 7-1 شکست دهد تا حواشی یک هفته اخیر به فراموشی سپرده شود. بارسلونا با درخشش مهاجم لیسانی خود در دیدار برابر ریال سوسیداد با نتیجه 4-1 به پیروزی دست پیدا کرد. ویاریال با دو گل اتلتیکو مادرید را شکست داد. منچستر سیتی در سومین هفته لیگ برتر مهمان نیوکاسل بود و در یک بازی دشوار با تساوی 3-3 به کار خود پایان داد. چلسی در روزی که اصلا در اندازه نام خودش ظاهر نشد 3-0 در خانه لیدز یونایتد شکست خورد. بایر مونیخ در سومین هفته فصل جدید بوندسلیگا با یک پیروزی پرگل در بازی خارج از خانه مقابل بوخوم به کار خود پایان داد. شاگردان ناگزمن که در دو هفته قبلی هم دو پیروزی مقابل انتراخت و وولفسبورگ به دست آورده بودند در مقابل بوخوم با ارائه نمایش کاملا برتر موفق شدند حریف را 7-0 در هم بکوبند. ناگزمن همانطور که انتظار میرفت در پایان بازی عملکرد شاگردانش کاملا راضی بود و به رسانه ها گفت: هم از این که سه امتیاز بازی به دست آوردیم و هم به خاطر نوع بازیمون خوشحالم، به خصوص به خاطر شکستی که فصل گذشته در اینجا داشتیم. البته سزاوارش بودیم. ما بازی رو خیلی خوب شروع کردیم و بوخوم از همان اول فهمید که نمیتواند از این بازی امتیاز بگیرد. ما واقعا شایسته این پیروزی بودیم. حالا نگاهمون به بازی بعدی مقابل گلادباخ خواهد بود. حریفی که فصل گذشته مقابلش خوب کار نکردیم، ولی من مطمئنم که بازی خوب انجام خواهیم داد، شک ندارم. این هفته در تمرین ها روی بازی بعدی کار میکنیم. دلیخت اوایل هفته مصدوم شد ولی بعد وضعیت بهتر پیدا کرد و قرار بود امروز به عنوان بازیکن فکس به میدان برود که دستش مصدوم شد. دلیخت امروز خوب بازی کرد و دیگر بازیکنان خط دفاعی سه نفره ما هم خوب بودند و دروازه را بسته نگه داشتند. او در بایرن مونیخ خیلی خوب پیشرفت میکند. پاریس سن ژرمن با هدایت گالتیه فصل جدید لیگ فرانسه را مقتدرانه آغاز کرد. تیم پاریسی در سومین بازی خود هم موفق به کسب پیروزی پرگل شد. شاگردان گالتیه که مهمان لیل بودند توانستند با نتیجه 7-1 به پیروزی دست پیدا کنند تا با 9 امتیاز مقتدرانه در صدر جدول رده‌بندی قرار بگیرند. در این بازی شاهد درخشش مثلث خط حمله پاریس سن ژرمن بودیم، به طور که امباپه هتریک کرد و نیمار دو پاس گل رساند و سه پاس گل و میسی هم یک گل زد و یک پاس گل داد. پیش از این رسانه‌های فرانسوی از اختلاف نظر امباپه و نیمار خبر دادند که این به وضوح در تمرین و بازی‌های تیم مشاهده می‌شد. کریستوف گالتیه سرمربی جدید پاریس سن ژرمن بعد از پیروزی پرگل برابر نیل اختلاف نیمار امباپه را تایید کرد، اما به نظر میرسد که توانسته این مشکل را حل کند، چرا که در دیدار شب گذشته نیمار دو پاس گل به امباپه داد. گالتیه درباره اختلاف نیمار با امباپه گفت: باید در تیم هماهنگی وجود داشته باشد. بازیکنان باید این آمادگی را داشته باشند که جای خود را به همتیمی های خود دهند و در بازی دست به فداکاری زنند. ما به مجموعه نیاز داریم که توانایی زندگی در کنار هم را بدون مشکل داشته باشند. ما به بازیکنان نیاز داریم که در کنار هم شاد باشند و هم توجه داشته باشند. همه تصمیم های من واضح و روشن است. سرمربی پاریس سن ژرمن از پیروزی قاطی تیمش در دیدار برابر لیل ابراز خوشحالی کرد. او گفت: خوشحالیم که در این بازی سخت به پیروزی دست پیدا کردیم. نتیجه نشان میدهد که ما شایستگی پیروزی را داشتیم. امیدوارم که این روند ادامه داشته باشد. پاریس سن ژرمن با گالتیه سه بازی در لیگ فرانسه انجام داده است که در هر سه بازی به پیروزی دست پیدا کرده است. تیم پاریسی در این سه بازی 17 گل به ثمر رسانده و تنها 3 گل دریافت کرده که نشان از عملکرد خیره کننده خط حمله تیم با حضور نیمار، امباپه و میسی میدهد. نکته جالب درباره خط حمله پاریس سن ژرمن این که در جدول بهترین گلزنان در فصل جاری لیگ یک فرانسه هر سه نفر نخست از تیم پاریسی هستند، به طوری که نیمار با 5 گل در صدر قرار دارد و امباپه و میسی هم با ترتیب با 4 و 3 گل در رده های دوم و سوم جدول بهترین گلزنان لیگ یک فرانسه قرار دارند. بارسلونا با درخشش مهاجم لیسانی خود در دیدار برابر ریال سوسیداد با نتیجه 4-1 به پیروزی دست پیدا کرد. بارسلونا با توجه به توقف در هفته نخست لالیگا سخت به 3 امتیاز این بازی نیاز داشت و توانست با درخشش لواندوفسکی به پیروزی دست پیدا کند. آبی اناری ها در این بازی با نتیجه 4-1 به پیروزی دست پیدا کردند تا نخستین 3 امتیاز خود را در فصل جاری لالیگا به دست آورند. ستاره این بازی روبرت لواندوفسکی بود که با دو گل در دقایق 1:69 به ثمر رساند. عثمان دمبله در دقیقه 66 و آنسو فاتی در دقیقه 79 دیگر گل های آبی اناری ها را به ثمر رساندند. الکساندر ایزاک هم در دقیقه 6 برای ریال سوسیداد گلزنی کرد. بارسلونا با این پیروزی 4 امتیازی شد و به رده پنجم جدول رده‌بندی صعود کرد. جاوی بعد از بازی گفت: پیرو شدن در ورزشگاه خانگی سوسیداد همیشه سخت است، اما ما باید ریسک میکردیم چرا که به پیروزی در این بازی نیاز داشتیم. در نیمه دوم عملکرد بسیار بهتر داشتیم و توانستیم تفاوت‌ها را رقم بزنیم. سرمربی آبی اناری ها ادامه داد: این پیروزی برای ما مهم بود. برای کسب 3 امتیاز تلاش زیاد از خود نشان دادیم و از همان ابتدا برای پیروزی به میدان رفتیم. نباید فراموش کرد که سوسیداد تیم بسیار خوب است و در این بازی هم شایستگی های خود را نشان داد. ما در این بازی مجبور شدیم که تغییر تاکتیک دهیم و این تغییر به خوبی جواب داد. من بر این باور هستم که ما چه قبل از تغییر تاکتیک و چه بعد از آن عملکرد خوب از خود نشان دادیم و با شایستگی پیروز بازی شدیم. جاوی در ادامه صحبت های خود گفت: من بر این باور هستم که حتما قرار نیست یک تیم با یک تاکتیک همیشگی به میدان برود. تغییر تاکتیک بستگی به شرایط بازی دارد. امشب ما به پیروزی نیاز داشتیم و به همین خاطر تغییرات را در خط حمله به وجود آوردیم. در نهایت این تغییرات به خوبی جواب داد. جاوی درباره دیان گفت: او در بازی امشب عملکرد خوب داشت و با این حال در گلی که خوردیم بچانس بود. پدری، فرانتورس و گاوی هم خوب بودند.
بارسلونا با پیروزی که در این بازی به دست آورد 4 امتیازی شد و در رده پنجم جدول رده بندی قرار گرفت. این در حال است که ریال سوسیداد با 3 امتیاز برده دهم سقوط کرد. اتلتیکو مادرید دیشب در چارچوب هفته دوم لالیگا میزبان ویاریال بود که با نتیجه 2-0 شکست خورد. در این دیدار پینور در دقیقه 73 شلوغی محوطه جریمه در هنگام ضربه کانر استفاده کرد و گل نخست ویاریال را به ثمر رساند. در اوقات تلف شده نیمه دوم بازی با کارت زردهای متعدد داور همراه شد که در نهایت مولینا بازیکن اتلتیکو مادرید از زمین بازی خارج شد. در نهایت جرات مورنو در دقیقه 98 گل دوم ویاریال را به ثمر رساند. دیگو سیمونه در نشست خبری بعد از بازی گفت: بازی بسیار تاکتیکی از سوی دو تیم بود. حریف توانست سبک بازی خود را به ما تحمیل کند و از اشتباهات ما به خوبی بهره بگیرد. می توانستیم قبل از دو گل ویاریال بازی را به تساوی بکشانیم. سیمونه ادامه داد: بازی های ما برابر ویاریال هم مرا سخت و پای پای بوده است. هر تیمی که اشتباه کند تاوان آن را پس می دهد و شکست می خورد. این در بازی امروز رخ داد و اشتباهات ما باعث شد تا بازنده بازی باشیم. با تیم ویاریال تبریک می گویم. آنها از اشتباهات ما نهایت استفاده را بردند و قدر موقعیت های خود را دانستند. باید به تلاش خود ادامه دهیم و اشتباهاتمان را تصحیح کنیم. سرمربی اتلتیکو مادرید در پایان بازی گفت: سنگربان ویاریال در این بازی عملکرد خوب از خود نشان داد و در کسب پیروزی نقش داشت. باید این شکست را فراموش کرد و روی بازی های بعدی تمرکز کرد. منچستر سیتی در سومین هفته فصل جدید لیگ برتر به ورزشگاه خانگی نیوکاسل رفت و در یک بازی سخت و دشوار با نتیجه 3-3 متوقف شد تا روند پیروزی های تیم پپ گواردیولا قطع شود. سیتی با اینکه خیلی زود گل اول را وارد دروازه حریف کرد اما نیمه اول را با شکست 2-1 به پایان برد. شاگردان پپ در نیمه دوم هم ابتدا از حریف گل دیگر دریافت کردند ولی در ادامه موفق شدند کار را به تساوی بکشانند تا دیدار دو تیم با تساوی 3-3 به پایان برسد. پپ گواردیولا در پایان بازی در کنفرانس خبری شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. ما امروز توانستیم برنده شویم. نیوکاسل در حال تبدیل شدن به یکی از سخت‌ترین رقبا است. لیز هم امروز چلسی را شکست داد. لیگ برتر خیلی دشوار است. این نشان می‌دهد ما در 5 سال گذشته چه کار بزرگی کردیم و از این بعد کار چقدر دشوار خواهد شد. این که دیدیم تیم ما تا آخرین لحظه جنگید کافی است. نیوکاسل سیاه و سفید می‌پوشد و خیلی خوب بازی می‌کند. ایدی هاو یکی از بهترین مربیان لیگ برتر است. تیم نیوکاسل در حال پیشرفت است. آنها ریتم خیلی خوب داشتند و با کیفیت بازی کردند. این روزها بازی کردن در ورجای سنت جیمز پارک سخت است. شاهد یک فوتبال درست حسابی بودیم. ما خیلی خوب شروع کردیم ولی بعد دوال‌ها را باختیم و آنها بیشتر دویدند. بعد از اینکه گارد ما باشد آنها برای 20 دقیقه بهتر از ما بودند. آلینسن ماکسیمن بازیکن واقعا خطرناک است. ما باید در نزدیکی محوطه جریمه حریف بیشتر مالکیت توپ را حفظ می‌کردیم. بگذارید از همین حالا روشن کنم که وقت قرار است هر سه روز بازی کنیم، لینک هالند در همه بازی‌ها حضور نخواهد داشت. در بعضی بازی‌ها خولین آلوارز به میدان می‌رود. ایدی هاو سرمربی نیوکاسل در پایان بازی با اعلام اینکه بازیکنانش در مقابل تیم قدرتمند مثل سیتی بازی میکردند از آنها تمجید کرد. او در صحبت‌های خود گفت: خیلی خیلی راضیم. بازیکنان ما با آنچه کادر فنی از آنها میخواست به بهترین شکل ممکن عمل کردند و از اول تا آخر بازی عالی بودند. ما از نظر انرژی و قدرت بدنی خیلی خوب بودیم و بازیکنان ما از نظر تاکتیکی هم نمایش خیره‌کننده‌ای داشتند. برخی از حرکات ما در بالاترین سطح فوتبال بود. البته در فاز دفاعی چند مورد اشتباه داشتیم که جای پیشرفت دارد. اما باید بگوییم که حریف ما هم واقعاً خوب و قدرتمند بود. چالشی که من از این به بعد برای بازیکنانم تعریف میکنم این است که آیا میتوانیم در بازیهای بعدی هم با همین قدرت و تلاش و کیفیت بازی کنیم یا نه. من عاشق این تیم و بازیکنان هستم که امسال در اختیار دارم. البته به دنبال جذب چند مهره جدید و تقویت تیم فعلی هستیم، ولی همین طور که امروز دیدید روحیه تیمی و اتحاد ما در سطح بالایی است و این یکی از بزرگترین نقاط قوت نیوکاسل محسوب میشود. اگرچه چلسی در دقایق ابتدایی با لیز یونایتد تیم برتر میدان بود، اما در ادامه همه چیز تغییر کرد و در نهایت میزبان موفق شد با نتیجه 3-0 چلسی را مغلوب کند. توماس توخیل سرمربی تیم لندنی در پایان این دیدار مدعی شد تغییرات بین نیمه نیز جواب نداد و همه چیز خلاف انتظارش پیش رفته است. توماس توخیل گفت: برای 20 دقیقه در نیمه اول کار همیشگی خود را انجام نداده و از مسیر خارج شدیم. ما از انجام برنامه خود دست کشیده و ایده های متفاوت پیدا کردیم. آنچه در ابتدای بازی انجام شد و خواسته ما از بازیکنان بود در ادامه تکرار نشد. در حقیقت آنچه باعث روی نمایش قوی از سوی چلسی شده بود دیگر در زمین دیده نشد و همین باعث شد تا بازی یک نواخت شود و در این مقطع ما دو گل به حریف هدیه دادیم. همین دلیلی برای این شکست وجود ندارد. جریان بازی برای ما گره خورده بود و ما دو گل را به لیست تقدیم کردیم و این به قیمت شکست ما در این دیدار تمام شد. ما دوباره در ابتدای مسابقه تیم برتر زمین بودیم و باز هم موقعیت های برای گلزنی داشتیم، اما اکنون 3 برابر موقعیت در محوطه جریمه داریم. اما تقریبا هیچ شوت به سمت دروازه حریف نواخته نمی‌شود. اگر به سمت دروازه شلیک نکنید نمی‌توانید به گل برسید. ما تلاش کردیم اما هرگز بازی طبق برنامه پیش نرفت. بنابراین شاید و باید به برنامه بازی پایبند بوده و بهتر بود تغییرات ایجاد نمی‌کردیم، اما ما تلاش کرده و سعی کردیم انرژی بیشتر را به تیم تزریق کنیم. همه چیز که ممکن است اشتباه پیش برود اشتباه پیش رفت و این روند از دیروز شروع شد. پرواز برای سفر نبود و ما با بس آمدیم. بازیکنان می توانستند با پرواز بیایند اما برای کادر فنی تکت نبود. سپس ما در ادامه از بازی خوب دست کشیدیم و در 15 دقیقه دو گل به لیز هدیه دادیم. ما با وضوح تیم بهتر بودیم اما حریف کار کرد که در آن تجربه زیاد دارد. تغییر سیستم در بین دو نیمه ناامید کننده است که حتی نیمه دوم را هم باختیم. من فکر میکردم میتوانیم در نیمه دوم پیروز شده و حداقل یک امتیاز بگیریم، اما این اتفاق هم رخ نداد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.